بله دوستان عزیز دوباره برگشتیم ادامه برنامه گلبانگ هست امیدوار که از داشته های برنامه لذت برده باشین جادار را سپاسمند باشم از همکار خیلی خوبم که بخش خود را خدمت حضور تک تک شما عزیزان و خوبان تقدیم کرد دوستان عزیز در این بخش از برنامه من چنان مهماندار هستم که مهمانم از راه خیلی دور آمده از ولایت بلخ تشریف آورده و من هم کوشش میکنم که میزبانی خیلی خوب با داشته باشم خب مهمان عزیز من دوستان عزیز در برنامه فواد سلطان ایشان دکلماتور شاعر و همچنان نویسنده هستند که از دنیای هنر بهره خیلی زیادی برده بیشتر هم روشون صحبت میکنیم و بیشتر هم معرفی میشیم سلام صبح شما بخیر سلطان صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه ما محرم نیست وگرنه که خبر بسیار است محرم نیست وگرنه که خبر بسیار است رمق نالکمو کوه و کمر بسیار است ای ملائک ای ملائک که به سنجیدن ما مشغولید بنویسید بنویسید که اندوه بشر بسیار است ساقهای های مجم از وزش آه نسوخت سقه های مجم از وزش آه نسوخت شکر در جنگل ما هیز و تر بسیار است سفرهدار تو ام عشق بفرما بنشین سفرهدار تو ام عشق بفرما بنشین نان جو زخم و نمک خون جگر بسیار است سلام خدمت بابا. شما خدمت همه عزیزانه که همین اکنون برنامه زیبای شما رو ده هستن امیدوار هستم همیشه جور صحت و صحتمند و سر حال باشن سلامت باشین تشکر چی دکلمه زیبا و گوشنوازه ممنون شما به خیر سلامت باشین قربان شما من خیلی دوست داشتم که بعد از اینکه سلام علیکی بکنیم احوال پرسی بکنیم یک دکلمه خیلی خوب از شما داشته باشیم خوب است که خودتون یک دکلمه کردین و خیلی صدای گوشنواز و خیلی صدای زیبایی دارین خب ممنون میپردازیم به برنامه چی خوب است که یک معرفت از شما حاصل بکنیم یک معرفی کامل در کل داشته باشین از ما که ما و بینندگان عزیز امروز شما شداشت. حواد سلطان زی هستم فال فرهنگی در ولایت بلخ نویسنده، دکلماتور، شاعر و بعض اوقات فعالیت های اجتماعی هم می داشته باشم فعالیت های ادبی و فرهنگی خو همیشه هست همیست بکراند و و در این مسیر ما همیشه پیش رفتیم هم. همیشه قدم گذاشتیم هم. و بسیار دوست دارم بخش ادبیات، بخش فرهنگ بخش اجتماع دوست دارم در بطن جامعه باشم در بین مردم باشم بعض اوقات ما حتی فعالیت های اقتصادی هم داشتیم بله دکلمه را از کجا آغاز کردین این سلطان زیسب انگیزه از کجا آمد که شما رو آوردین به برد دکلمه کردن خب من از طفلیت ما کتاب حافظه همیشه می خواندم بعد از اینکه قرآن کریم ما ختم کردم شما. بعد از اون ما کتاب حافظه شروع کردم مستم. همیشه می خواندم بسیار به سختی می گر بسیار شیرایش ثقیل بود کوشش خدا کردم خواندم به خداوند سپاسگزار هستم که و قلب هم الهام مسج کرد فرستاد که من هم تا گای اوقات بغض درون ما درد من اندوه ما به خود محرم باشم همیشه گپایم به خود محرم باشه فقط نوشتم و گاه اوقات به تنهایی خود دکلمه کردم شیر محرم خوب است دکلمه محرم خوب است به خود بسیار خوب بسیار, 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 ناسنی. بسیار بسیار ما می خواهیم پرسان بکنیم چیگونه توانستیم که این استعدادها را در وجود خود کشف بکنیم و اول کدام شد کشف کردین دکلمه و شایری و هم نویسندگی خب شیر از واژگان ریتم بله از صداهای تصویری از همه چیز که ما در طبیعت میبینیم ما از او اگر بخوایم شیر گفته میتونیم خوب است که بگوییم شعر میتونه هم اقتصابی باشه هم استعدادی باشه بله اقتصابی کسی که با سعی و تلاش و تمرین خود یک شعر می نویسه. بله و عرصه ادبیات قدم بگذاره پا مگذارن اما استیدادی کس اه، هم لذت خاص داره هم الهام است که از طرف پروردگار داده میشه امیت از طبیعت شیر میگی از اندوه درونت شیر میگی از عشق زندگی شیر میگی خب اما که تصابیس اما استدادیس اولین بار بعد از اینکه من مرور میکردم شیرای آفز تکلمه میکردم بعد از او ما فهمیدم که ما اگر بخوایم شیر گفته میتارم شیرهای ما در اول که ما می کردم. من می نویشتم نبشتم میکردم شیرهایم کوشش میکردم که ردیف و وزن و قافیه داشته باشه بعض اوقات من شیرهای نبشته کردم که ردیف, ندا... ردیف داشته وزن نداشته قافیه و وزن نداشته باز آهسته آهسته زمانی که من بیشتر شیر نوشتم بیشتر من شیرهای مولانا سایب دگلومه کردم شیرهای مول... آفز شیرازی را خواندم باز درک کردم که وزن چیست ردیف چیست قافیه چیست باز وزن که هست سنهای های زیاد داره بله. من فقط وزن کوشش کردم از شیرهای بزرگواران ما از شیرهای مولانا صاحب از شیرهای شهریار بزرگوار آفز شیرازی وزن در کردم خاندم گذشت از که برای من الهام دادم اشت از طرف فروردگار بله میشه که یکی از شیرهای خودتان به دکلمه بگیریم به ما بسیار خوب من امی شب قبل یک شیر نبشته کردم تازه هست بله کاملا تازه هست بسیار خوب و یک گفت را بگویم که ما یک مدت میشد اصلا نوشته نکرده بودم اینا به خاطر برنامه شما ما یک شعر نوشته بس کردم بسیار خوب تازه است چی خوب است که بشنویمش رفتی و آسمان سیاه بر سرم شکست رفتی و آسمان سیاه بر سرم شکست قلبم درون سینه غم پرورم شکست با تو هوای پرزدنم خوشگوار بود با تو هوای پرزدنم خوشگوار بود دیدی که در نبود تو بال و پرم شکست قولت چه شد بگو قرارت کجا برفت قولت چه شد بگو بو قرارت کجا برفت دیگر به حرف های هیچ کس باور نمی کنم باورم شکست با رفتن تمام وجودم شکست و لیک با رفتنت تمام وجودم شکست و لیک شیر حزین و حرف دل دفترم شکست رنگم خزان و خسته و افسرده و غمین رنگم خزان و خسته و افسرده و غمین بنگر چگونه در طلبت پیکرم شکست با با تو هوای پر زدنم خوشگوار بود دیدی که در نبود تو بالو برم شکست ماشاءالله احساسی که در دکلمه و هم در صدای شما نهفته است این احساس از کجا منشأ میگیره این احساس از محبت و عشق درونی منشأ میگیره گاهی اوقات ما دکلمه میکنیم باور بکنید تمام اندوهم از بین نمی رون تا قلبم سبک میشه انسان است که گاهی اوقات درونن لبریز میشه باید <تصفح> ما خدا از یک راه را به خود پیدا بکنیم خدا را حد بسازیم قلب ما را آزاد بسازیم از غم و اندو بله خیلی کوتاه بگوین که وجه مشترک میان دکلمه شاعری و یا هم نویسندگی چی هست خب دکلمه اشعار است که از بزرگان بعضی از دکلمه بیکنه اما شیر آثار است که سلامت. خود شخص خلق میکنه بله. و بعدش دکلمه میکنه یا دیگران دکلمه میکنه و نویسندگی زندگی هم به سعی و تلاش و تحقیق خود فرد مرتبط از ربت میگیره ها نویسنده میشه دبیات میخونه. بله بعضیا میخوان نویسنده زیاد مطالعه میکنن رمان میخوانن بس تمام. با بشین باشین که در برنامه های بعدی شما را می داشته باشیم بیشتر سلامان. صحبت کنیم بیشتر از هایتان مستفید میشیم انشاءالله سپاسمند حضور شما بینندگان عزیز در این قسمتی از برنامه وقفه خیلی کوتاه داریم دوباره با ما باشین برنامه گلبانگی ادامه دارد